Ассалому алейкум, биндаҳои азизу арҷуманд. Нашри барномаи телавотии ахборро мустақиман аз телевизиони Тоҷикистон манзуратон мегардонем. Имрӯз асосгузори сулҳу ваҳдати миллии пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо сафари корӣ ба шаҳри ваҳдат ташриф оварданд. Нахуст дар кӯчаи Сомониёни шаҳри ваҳдат бо иштироки пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бинои истиқомати 10 ошёна ифтитиҳ карда шуд. Дар ошёнаи якуми бинои хуштарҳу замонавӣ, коргоҳи дузандагӣ, нуқтаи фурӯши армғон, матоҳои миллӣ ва намунаҳо аз ҳунарҳои мардумӣ мавҷуд буда, мағозаи хӯрокворӣ низ ҷойгир мебошад. Гузориши Хуршидаи Наҷмиддин ва Фирдавсӣ Бобоназар. 8 октябр асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо сафари корӣ ба шаҳри ваҳдат ташриф оварданд. Пешвои миллатро сокинони шарафманду меҳнатқарини шаҳр гарму самимӣ истиқбол гирифтанд. Thank you.
نخست پیشوای معظم میلاد محترم امام علی رحمان در کوچه سامانیان شهر وحدت بنای استقامتی ده آشیانه را که با طرح زیبا و معاصر بنیاد گردیده است افتتاح نمودند. بنای محتشم استقامتی که از 54 حجره بر هوا عبارت است از جانب صاحبکار وطنی عبدالصمد نرزقولوف بنیاد گردیده است. در دوران استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان فضای مساعد رشد صاحبکاری برای ما صاحبکاران فراهم آورده شد و البته ما برای آبادانی و سازندگی وطن در آینده نیز سهم خود را خواهیم گذاشت، چون که فعالیت ما نیز با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان آرامی و آسایشتگی سرتاسر مملکت است. برای همین مین بد نیز در رشد و ترقیات پیشرفت وطن عزیزمان همچون صاحبکار سهم خود را خواهیم گذاشت. در آشیانه یکم بینای خوشتر و زمانوی کارگاه دوزندگی نقطه فروش ارمغان، متاهای ملی و نمونه ها از هنرهای مردمی موجود بوده، مغازه خوراکواری نیز جایگیر می باشد. در کارگاه دوزندگی زنان و بانوان محلی به کار جلب گردیدند. تکنیکای و تجهیزات کارگاه استحصال شرکت های کشورهای پیشرفته دنیا بوده، برای دختی با صفت سر و لباس گوناگون پیش بینی شده است. حکومت جمهوری تاجیکستان در برابر دیگر اقدام های شایسته شان برای ما بانوان هنرمند تمام امکانات ها را فراهم آوردند. اگر این از یک طرف به اهل عالم نشان دهد که تاجیکان از ازل ملتی صاحب هنر بودند، از طرف دیگر به اهل هنر یک فضای بیکرانی جولان کشاد. امکانیت های فراهم آورده خوب استفاده برده هنری خود را سیقل داده، در این برابر شاگردان زیاد را به کمال می رسانم. امروز ها ما افتخار از آن میکنیم که در چنین وطن آباد و آزاد صلح و آسایشتگی سرتاسری کار و فعالیت می نماییم. امروز البته باعث سرفرازی است که جای های نوی کاری باز تاسیس داده شد، ما کار و فعالیت میکنیم و البته صاحب جای کاری دائمی و معاش خوب گردیدیم. این برای بلند برداشتن سطح و صفت زندگی ما باز نقش با سزای خود را میگذارد. با بنیاد گردیدن سیخ دوزندگی، گوشه هنرهای مردمی و مرکز سودای و خدمت رسانی در مرکز شهر وحدت زیاده از 30 جای کاری دائمی تاسیس یافته، ساکنان با معاش خوب تامین گردیدند. این همه غمخواری های حکومت جمهوری تاجیکستان میباشد. ما بانوان و جوان دختران توانستیم که در همین کشور آباد و آسایشته کار فعالیت نماییم. همش با شرافت استقلال وطن آباد و آزاد است که روز از روز بهبودی ها شده ایستاده است. گل شکوفایی نیز در وطن دیده می شود. امروز باز یک بنای با حشمت در شهر وحدت آباد گشت که این هم باشد برای یکی از آبادی یک گوشه و کنار دیارمان می باشد. باید قید کنم که در دوران صاحب استقلالی از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان دستگیری نسبت به ما زنان دختران به نهایت خاصه است و توجه زیاد نسبت باتی ما دیده می شود. به پیشوای ملت اطلاع دادند که کارهای ساختمانی در بنای مذکور ماه دکبر سال 2018 با جلب زیاد از 50 نفر متخصص محلی با استفاده از مصالح بلند صفت ساختمانی استحصال وطنی آغاز گردیده در مدت 2 سال به انجام رسیده است. گرد و اطراف این شاد در مساحت 750 متر مربع سفالک پوش کرده شده است. در شفت بنای استقامتی میدانچه بازی کودکانه ساخته شده است. سروری دولت محترم امام علی رحمان به صاحبکار وطنی برای تشکیل کارگاه ها و تاسیس جای های نوی کاری اظهار سپاس کردند. اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان در دهات سیمیگنج شهر وحدت لیسه کسبی سیاحی و خدمت را مورد بهره برداری قرار داده با امکانیت های تعلیم در آن شناس شده. اسنای بازدید سروری دولت محترم امام علی رحمان توجه مسئولین را به مسئله صفت تحصیل و سطح دانش و مهارت تخصصی دانشجویان جلب نموده، برای اندیشیدن چاره‌های ضروری در این سمت به آموزگاران دستور و مسئولیت های مفید دادند.
زورش خبرنگارانی ما. در دیوت سیمیگنج شهر وحدت اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان لیسه کسبی سیاهی و خدمت را مورد بهره برداری قرار داده با امکانیت های تعلیم در آن شناس شدند. اطلاع داده شد که کارهای نوسازی در این شعبه مذکور سال 2018 آغاز گردیده مؤسسه در دایره طلبات جوری تعلیمی ساخته مورد استفاده قرار داده شد. لیسه مذکور از جانب اویلای زاکیروفها در دایره تدبیرهای صلح و رشد دهات سیاهی و هنرهای مردمی بنیاد گردیده در آن آنان از روی خدمت رسانی های گوناگون بخش سیاحی و توریسم صاحب اختصاص می شوند. با مقصد سهمگذاری در یکی از بخش های مهم کشور یعنی ساحه سیاحی، تیار و با بازار مهنت وارد نمودن متخصصان کسبی ساحه سیاحی و اینچنین بلند برداشتن سطح زندگانی شهروندان لیسه مذکور تأسیس داده شد. عین حال ما خوانندگان را از روی 8 اختصاص تور اپراتور، تور اگنت، روح بلد، системаи компютери ва интернет-технология, ошпаз, қанот, ошпази таомҳои хориҷӣ қабул кардаем. Ғайр аз ин, дар муассиса курсҳои кӯтоҳмуддат ташкил карда шудааст. Аз рӯи ихтисосҳои пешхизмат, хизматгузори меҳмонхона, ошпаз, дузанда, омӯзиши забонҳои русӣ, англисӣ ва олмонӣ. زمینی بازده تاکید گردید که در مجموع در لیسه کسبی سیاحی و خدمت از روی 8 اختصاص تعلیم راه اندازی شده، مؤسسه امکانیت دارد که 500 نفر را به آموزش فرا گیرد. مؤسسه تحصیلات ابتدایی کسبی دارای 23 سیمخانه بوده، 3 آزمایشگاه مجهز دیگر نیز در داخل آن تشکیل شده است. در آزمایشگاه های زمانوی تعلیم گیرندگان نازکی های خدمت رسانی و آراستن دسترخوان، طرز آماده کردن شیرینی و دیگر انواع خوردنی را از بر نموده برای تحصیل گیرندگان سیستم کامپیوتری و اینترنت تکنولوژی سیمخانه علایده که با کامپیوترهای حاضر از زمان و دیگر جهازی ضروری تامین می باشد تشکیل گردیده است. با در نظر داشت اعلان گشتن سالهای 2019 2020 سالهای رشد دهات سیاحی و هنرهای مردمی و حل مشکلات های اقتصادی اجتماعی و تاسیس جایهای کاری، امروز لیسه کسبی سیاحی و خدمت برای تیار نمودن متخصصان ساحه سیاحی مورد استفاده قرار داده شد. لیسه مذکور با تکنولوژی معاصر مجهز گردانده شده، مقصد خود را برای تیار متخصصان ساحه و بلند برداری سطح خدمت رسانی در انفراساختارهای نوبنیاد سیاحی روانه کرده است. ماست با تیار نمودن متخصصان بلند اختصاص ساحه ما می توانیم مقدار سیاحان را سال از سال زیاد و برای رشد باثبات کشور سهمگذار باشیم. اطلاع داده شد که موافق به طلبات بازار مهنت در لیسه شهروندان از روی اختصاصهای آشپز، آشپز قناد، راه بلد، تور اپراتور، تور اگنت، سیستم کامپیوتری و اینترنت تکنولوژی، حسابدار با دانستن کامپیوتر و دوزندگی به کسب آموزی فرا گرفته می شوند. توجه خاصا به مسئله صاحب کسب نمودن دختران و زنان خانه‌نشین و به شغل ظاهر گردیده، در این زمینه در مؤسسه نو کورس‌های کوتاه‌مدت دو ماه تشکیل گردیده است. فعلا از حساب نفران به شغل 5 گروه برای تحصیل در کورس‌های کوتاه‌مدت تشکیل گردیده است. می خواهم این اداره خود را به حکومت جمهوری برسانم که برای ما جوانان آینده ساز ملت چنین لیسه بوشکوی نوی زمانوی را افتتاح نموده اند. غمخواری و دستاوردهای حکومت جمهوری نظررس است. محض این غمخواری های حکومت جمهوری ما را وادار می سازد که برای آبادی و گل و گلفشانی وطن عزیزم سهم خود را گذاریم. حسنای بازده سروری دولت محترم امامعلی رحمان توجه مسئولین را به مسئله صفت تحصیل و سطح دانش و مهارت تخصصی دانشجویان جلب نموده برای اندیشیدن چاره‌های ضروری در این سمت به آموزگاران دستور و مسئولیت‌های مفید دادند. برای آموزانیدن نازکی های کسبی به تعلیم گیرندگان 25 نفر آموزگاری با تجربه به کار جلب گردیده است. این شعبه نو دارای کتابخانه و مجلسگاه بوده، فوند کتابخانه آن از 2300 نسخه ادبیات گوناگون عبارت میباشد. مهلت تحصیل در لیسه کسبی سیاحی و خدمت در زمینه معلومات میانه اساسی 2 سال و در زمینه معلومات میانه پورا 1 سال را تشکیل داده، رفت تعلیم و تربیت در آن مطابق با استانداردهای معاصر تحصیلات راه اندازی گردیده است. در مرحله دوم کارهای ساختمانی در لیسه مذکور خوابگاه با 350 کتی خواب، میدانچه ورزشی برای بازی‌های فوتبال، والیبال، تنیس روی میزی، آشخانه و باغ در نظر داشته شده است که تا سال تحصیل 2022-2023 مورد بهره برداری قرار خواهند گرفت. لیسه کسبی سیاحی و خدمت در شهر وحدت در دایره نقشه چوربینی بخشیده به 30 سالگی استقلالیت دولت جمهوری تاجیکستان بنیاد گردیده، این اقدام امکانات می‌دهد که منبعد متخصصان کسبی برای رساندن خدمات باصفت به سیاحان داخلی و خارجی در طربخانه و مهمانخانه‌ها و موزه‌های سیاحی و معرفی امکانات جهانگردی تاجیکستان آماده کرده شود.
شوند. پرزیدنت مملکت هنگامی بازدید و صحبت با کسب آموزان مسئولیت دادند که امکانات فراهم آورده شده را ثمرناک استفاده بردن نزدیکی های کسبی انتخاب کردهشون را همجانب از خود نمایند تا در آینده توانند همچون متخصص کردان فعالیت خود را راه اندازی کرده در کار و پیکار خیش موفق گردند. امروز اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام‌علی رحمان با رفت نشانمای زراعت تیرماهی در خواجگی های دهخانی نجات اکرام جان یک آی بی زلفیه بختیار و فیروز در دهات چویانگران شهر وحدت شناس شده از نمایش محصولات کشاورزی دیدن نمودند. میدان عمومی زیرا زمین های کشتی این خواجگی ها 6 هکتار را در بر گرفته همه ساله اهل زحمت با درک بلند مدنیت استفاده بری زمین از 1 تا 4 حاصل به دست می آورند. زحمتکشان خواجگی های مذکور سال روان در کشتی اساسی در میدان 4 هکتار گندم 0.60 هکتار کارتوشکا 0.55 هکتار پامیدار و 0.65 هکتار بیده برای خوراک چاروا کیش نموده بودند که از هر 1 هکتار به حساب میانه 77 سنتینری حاصل گرفتند. خواجگیداران در کشت تکراری نیز در زمین های آن تلاش ها در راه رسیدن به امنیت آذوقواری کشت و پرورش زراعت گوناگون را براه ماندند که نشونمای خوب دارند. اهل زحمت خواجگی ها در کشت تکراری در میدان زیاده از 2 هکتار جواری مکه دان 2.35 گکتر ماش 0.45 گکتر بادرینگ سبزی کرم و کلفینای کاریدن. کشتی تیرماهی نیز در خواجگی های نام برده با استفاده از قاعده های اگروتکنیکی و انتخاب تخمی های سرحاصل براه مانده شده است. کشاورزان علاقه در میدان 0.40 گکتر پیاز بروقتی و 0.10 گکتر سیرپیاز کاریده این معرکه را با جمع‌آوری پوره حاصل زراعت تکراری وسعت می‌بخشند. در همین جا راهبری دولت از نمایش محصولات کشاورزی در خواجگی های دهخانی شهر وحدت دیدن نمودند. کشاورزان شهر با مقصد تأمین ساکنان مملکت با محصولات خوش‌صفت و از جهت اکولوژی تازه که یکی از هدف‌های اساسی دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان دانسته می‌شود تلاش نموده سال از سال با کشت و پرورش زراعت گوناگون در این سمت سهم نظررس می‌گذارند. پیشوای ملت محترم امام‌علی رحمان همزمان با هنر والای زنان و بانوان که با پختن نانهای لذیذ و طعام‌های گوناگون ملی مشغول بودند شناس شده با هنر آنها بهای ارزنده دادند. زنان و بانوان شهر وحدت دستور و هدایت‌های همیشگی سرور دولت را در سمت آموزش نازکی‌های هنر نانپزی و جلب توجه جوان دختران برای از خود کردن نازکی‌های آماده نمودن همه گونه طعام‌های ملی سرمشق کار خود دادند. رهبر دولت محترم امام‌علی رحمان با انابت وضع فعلی جهان توجه مسئولان و خواجگیداران شهر وحدت را برای تأمین اهالی مملکت با محصولات خودی جلب نموده جهت افزایش دادن حجم تولید محصولات به گردش درآوردن زمین های نو راه اندازی اصول های معاصر بست و بند محصولات و ذخیره مواد غذایی برای دوره های منبعده دستور و هدایت های سودمند دادند. امروز اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام‌علی رحمان در شهر وحدت زیرستگاه برقی 110-20-10 کیلووات و خط انتقال برقی 0-4 کیلووات در مسافه 53 کیلومتر برای 9 دهه دهات رامید را مورد استفاده قرار دادند. تطبیق لایحه بنیاد زیرستگاه برقی 110-20-10 کیلووات و خط انتقال برقی 0-4 کیلووات در مسافه 53 کیلومتر برای دسترسی مردم دهات به نیروی برق نگرانیده شده آن امکان فراهم آورد که ساکنان دهات رامید، دهه‌های قاخو، دیودره، ناوک پایان، ناوک بالا، پوشانداج، ویستان، دشت مزار، غسغف و پیچف در مجموع 9 دهه عبارت از 3100 نفر اهالی اولین بار دوام سالهای طولانی استقامت در این موضع به نیروی برق دسترسی پیدا نمایند. همزمان وابسته به دستگیری مال استحصال کنندگان وطنی خریداری تکیگاه های خطهای انتقال برق 20 کیلووات و 0.4 کیلووات به مبلغ 2.4 میلیون سومانی
از جمعیت دارای مسئولیت معدود پاینده و زیاده از 49 تانه ناقل‌های نوع گوناگون از جمعیت دارای مسئولیت معدود ناقل تلکا با مبلغ 1.4 میلیون سومانی خریداری و در لایحه استفاده کرده شده است. بنیاد انفراساختار برقی و متناسبان و سگردیدن امکانیت بنیاد انفراساختار سیاحی و استفاده تجهیزات معاصر در این موضع سیاحی جهت جلب بیشتر سیاحان داخلی و خارجی نیست زمینه مساعد فراهم می آورد. با سپارش حکومت جمهوری نظارت سری وقتی تطبیق لایحه از جانب وزارت انرژیتیکا و ذخیره های آب و اگنتی کره آید به همکاری بین المللی اینچنین شرکت مشاوری کریگی کرسکا تامین گردید. بعد افتتاح و شناسایی با شبکه های برقی در دهات رامید پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان به صفت کارهای ساختمانی بهای بلند داده مورد استفاده قرار دادن آن را قدم مهم در راه رسیدن به استقلالیت کامل انرژتیکی نامیدند. ادامه اخبار. برای در سطح بلند سیاسی شفاف و مطابق به معیارهای طلبات بین المللی گذرانیدن انتخابات پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در شهر دوشنبه آمادگی ها در سطح ضروری راه اندازی شده. در حوزه و اوچسکه های آوازدهی چهار ناحیه شهر دوشنبه تدبیرهای آمادگی به انجام رسیدند. همکاران ما گزارش میدهند. چهار حوزه انتخاباتی و 205 اوچسکه آوازدهی شهری دوشنبه برای در سطح بلند سیاسی و تشکیلی گذراندن انتخابات پرزیدنت جمهوری تاجیکستان که 11 اکتبر در نظر است پورا آماده گردیده، به خاطر آگاهی پیدا نمودن اهالی در همه خیابان و کوچه های پایتخت جمهوری، شعار و آویزه ها آید به روز برگزاری انتخابات پرزیدنت جمهوری تاجیکستان نصب گردیده اند. تا برگزاری انتخابات پرزیدنت جمهوری تاجیکستان 3 روز باقی مانده است. حوزه انتخاباتی فردوسی رقم 1 آید به انتخابات پرزیدنت جمهوری تاجیکستان 41 اوچسکه آوازدهی. حوزه انتخاباتی اسماعیل سامونی رقم 2 آید به انتخابات پرزیدنت جمهوری تاجیکستان 40 اوچسکه آوازدهی. حوزه انتخاباتی شاه منصور رقم 3 آید به انتخابات پرزیدنت جمهوری تاجیکستان 42 اوچسکه آوازدهی و حوزه انتخاباتی سینا رقم 4 آید به انتخابات پرزیدنت جمهوری تاجیکستان 82 اوچسکه آوازدهی را در بر میگیرد. جهتی در سطح بلند تشکیلی و با رعایت معیارهای بین المللی برگزار نمودن انتخابات پرزیدنتی در تاجیکستان زمینه استواری معیاری حقوقی موجود است و در تمام حوزه های انتخاباتی و اوچسکه های آوازدهی قانون کنستیتوسیونی جمهوری تاجیکستان درباره انتخابات پرزیدنت جمهوری تاجیکستان نقشه تقویمی چهارابینی های اساسی دایر به تیار و گذراندن انتخابات پرزیدنت جمهوری تاجیکستان دستور عمل کمیسیای حوزوی انتخابات آید به انتخابات پرزیدنت جمهوری تاجیکستان دستور عمل کمیسیای اوچسکوی انتخابات آید به انتخابات پرزیدنت جمهوری تاجیکستان ترتیب اشتراک مشاهدان بین المللی در روند انتخابات، ترتیب اشتراک واسطه های اخبار عامه خارجی و وطنی و دیگر سند و دستور عمل ها دسترس کرده شده است. همزمان همه اوچسکه های انتخاباتی آید به انتخابات پرزیدنت جمهوری تاجیکستان با حجره های آوازدهی، قوطی های آوازدهی، خانه مادر و کودک، نقطه تیبی و قوطی های سیار برای نفران بیمار و برجامانده تامین گردیدند. در اوچسکه انتخاباتی رقم 16 آید به انتخابات پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در حوزه انتخاباتی شاه منصور 3 علاقه همه شرایط مهیا کرده شده است. کوچه شمس الدین شاهین، احمد دانش در بر میگیرد و در اوچسکه ما 593 نفر انتخاب کنندگان و قید گرفته شده است که از اینها 9 نفرشون 18 ساله است و بار اول آواز خواهند داد. از اوچسکه های آوازدهی اطلاع دادند که علاقه تمام خبرنامه ها به اهالی دسترس گردانیده شده، همه اوچسکه ها برای گذراندن این چهارابینی مهم سیاسی آماده می باشند. همه ورق هایی که برای خبر دادن اهالی برای آوازدهندگان دسترس کرده شد و آمادگی برای گذراندن معرکه سیاسی گیم 100% آماده است. در این 2445 نفر آوازدهندگان آواز میدهند که 21 نفرشون باری اول آواز میدن. از آنکه انتخابات یکی از پرینسیپ اساسی دموکراتیا در جامعه معاصر به حساب میرود، تدبیر اندیشی های آمادگی در حوزه های انتخاباتی و اوچسکه های آوازدهی به خاطر شفاف و با رعایت طلبات استانداردهای بین المللی گذراندن انتخابات پرزیدنت جمهوری تاجیکستان روانه گردیده است. زلفیه رحیمزاده، خول محمد دولت، فیروز موسی، اخبار. در ناحیه جبار رسولوف ولایت سغد آمادگی ها به انتخابات پرزیدنت جمهوری تاجیکستان ادامه داشته. انتخاب کنندگان با برنامه های پیش از انتخاباتی نامزدها از 5 حزب سیاسی شناس می شوند و اشتراک فعالانه خود را در این معرکه مهم سیاسی اظهار می دارند.
گزارشی رفزالی رحمان و دلشاد یوسفی. در نهایی جبارسولی ولایت سخت برای تشکیل و گزراندن معرکه مهم جمعیتی و سیاسی انتخابات پرزیدنت جمهوری تاجیکستان با قرار کمیسی مرکزی انتخابات و رای پرسی جمهوری حوزه انتخاباتی جبارسولوف رقمی 42 تشکیل کرده شده در همه 43 اجزای انتخاباتی که در حدود 6 جماعت شهرک و دهات فعالیت دارند همه چوربینی ها طبق دستورالعمل و توصیه های مربوط به انتخابات پرزیدنت جمهوری و در اساس نقشه تقویمی صورت می گیرند. اوچاسکو انتخاباتی در حدود جماعت شهرک و دهات در بناهای مطابق با مقصد فراهم ساختن شرایط هرچی بیشتری مناسب برای انتخاب کنندگان تشکیل گردیده در همه اوچاسکو انتخاباتی رویخط انتخاب کنندگان ترتیب داده در جای نمایان برای شناسایی عمومی پیشنهاد کرده شدند. با انتخاب کنندگان برای گرفتن معلومات پورا اوید به انتخابات شناسایی با روند معرکه پیش از انتخاباتی شناسایی با نامزدها برنامه های پیش از انتخاباتی نامزدها از حزب سیاسی و منصب پرزیدنت جمهوری تاجیکستان شرایط های مساعد فراهم آورده شدند و مرحله تشویقات ادامه دارد. در ناحیه جبار رسولوف اوید به انتخابات یک روحیه بلند سیاسی به نظر و به مشاهده میرسد، زیرا مردم آگاه هستند که برای مرحله منبعده یعنی 7 سال آینده پرزیدنت جمهوری تاجیکستان را انتخاب می نمایند و برای رشد آینده تاجیکستان عزیز سهم خیش را می گذارند. در نهایی جبار رسولوف همه چوربینی های مربوط به تشکیل و برگزاری انتخابات پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در حوزه و اوچاسکه های انتخاباتی روی راست و آشکارا عملی می شوند. طبق قانون برای به طور دموکراتی آشکارا برگزار نمودن این معرکه مهم سیاسی کشور شرایط ها مهیا گردیدند. من باور دارم که در روز انتخابات پرزیدنت جمهوری تاجیکستان همه مردم ساکنان ناحیه با یک مسئولیت بلند آمده در این اوچاسکه های انتخاباتی آواز خود را برای انتخاب پرزیدنت جمهوری تاجیکستان میدهند، با یک مسئولیت بلند اشتراک میکنند و یک فرهنگ سیاسی خود را نشان خواهند داد. اشتراک هر نفر و آواز هر یک انتخاب کننده حل کننده بوده. برگزاری معرکه مهم سیاسی انتخابات پرزیدنت جمهوری تاجیکستان سهمگذاری هر یک انتخاب کننده برای رشد کشور در مرحله منبعده می باشد. ادامه اخبار. باز یک اقدام نجیب در سمت دسترسی اهالی به پشت. طبق قرار دخلداری رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امام‌علی، در همه بنا و انشاءات استقامتی و غیر استقامتی باید قطعه‌های پشت نصب کرده شود. تطبیق قرار مذکور در ناحیه اسماعیل سامانی راه اندازی گردیده، علاقه ساکنان از این خدمت رسانی بهره ور میباشند. گزارش خبرنگاران ما. به خاطر به تنظیم در آوردن خدمت رسانی های سری وقتی پشتوی و مهیا گرداندن شرایط باز هم خوبتر و بهتری زندگی به مردم، در نو بنای بلند آشیانه برای بیش از 400 حجره استقامتی ساکنان ناحیه اسماعیل سامانی شهر دوشنبه قطعه‌های پشت نصب کرده شد. این تدبیر در اساس قرار رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امام‌علی راه اندازی شده، مرحله به مرحله در همه بناهای استقامتی مأموری و خدمت رسانی و غیره چنین قطعه‌ها نصب کرده می شود. قطعه‌های پشت ما در اساس قرار رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امام‌علی و سپرش مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه اسماعیل سامانی در بناهای استقامتی و غیر استقامتی نو و از شکل ملکیتشان نصب کرده شدیم. تا امروز ما در کوچه های پوشکین، شوت رستاویلی، تهران، بخورا قطعه را نصب کردیم. ساکنان از اقدام مورد نظر خوشنود گردیده ابراز می‌دارند که موجود بودن قطعه پشت در درآمدگاه و داخل بناهای استقامتی از چند جانب به منفیت میباشد، زیرا منبع در حالت نبودن صاحبخانه و دیگر صاحب ملک بنا و انشاءات، ناظران ساختارهای خدمت‌رسانی دلخواه درخواست و مراجعت و رسید دیگر حجت‌های ضروری را توسط قطعه پشت میتوانند به ساکنان دسترس نمایند. از راهبریت شهر دوشنبه سپاسگزار هستیم برای نصب کردن قطعه‌های پشت. این اقدام شهرداری رو تحسین و آفرین میگویم، برای اینکه برای خدمت کنندگان این خانه ها کار خیلی آسان شد. در این زمینه سرایست معماری و شهرسازی شهر دوشنبه جهت تهیه و آماده سازی قطعه ها با نظرداشت شکل و حجم موظف گردیده، نمونه معین را پیش بینی کرده است. قطعه هایی که امروز ما نصب کرده ایستادیم با سرایست معماری و شهرسازی شهر دوشنبه موافقه کرده شدند. اندازه، شکل، رنگ باید که در همه بناها یخ‌خیله باشند. چگونه که شما امروز می‌بینید در اینجا بعضی خانه‌ها 34
حجره دارن، بعضی خانه ها 40 حجره دارن، بعضی خانه ها 60 حجره دارن، 59 حجره دارن، هر یک کدام بینا موافق با شماره حجره هایش ما رقم گذاری میکنیم. نصب قوطی های پشت در درآمدگاه های بیرونه و داخل بیناهای استقامتی و غیر استقامتی اولین شده در ناحیه اسماعیل سامانی راه اندازی گردید و در دیگر ناحیه های پایتخت از جمله شاه منصور، سینا و فردوسی ادامه داده خواهد شد. در اساس قرار در این سند به تصویب رسیده، کمیسیای دولتی قبول انشاءات ساختمانش انجام یافته وظیفه دار است هنگام قبول بنا و انشاءات موجود بودن قوطی های پشت را به این نوبت گیرد. تماشابینان عزیز و ارجمند، این بود برنامه اطلاعاتی اخبار. خیر تنسیت و خانه آباد باشید.